بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين حلول ماه مبارك رمضان رو به همه ملت عزیزمون و به همه امت بزرگ اسلامی تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که این ماه مبارک به معنای حقیقی کلمه برای ملتمون و برای امت بزرگ اسلامی مبارک باشد انشاءالله. تشکر می‌کنم از برادران عزیزی که این جلسه بسیار خوب و متنوع و مبتکرانه رو تشکیل دادند و از مجری محترم آقای یراق بافان تشکر میکنم که بسیار خوب اجرا کردند. از همه کسانی که برادران عزیزی که تلاوت کردند و ما رو به فیض رسوندن واقعا تشکر میکنم. از یادآوری خاطرات گذشته هم خرسندم و امیدواریم که خدای متعال همچنانی که عمر ما رو در طول این سالها همراه با قرآن قرار داده تا آخرین نفس در خدمت قرآن و همراه با قرآن قرار بده، با قرآن زنده بداره، با قرآن بمیرانه و با قرآن ما رو محشور کنه انشاءالله. امروز یک صحبت مختصری در جهت هدایت قرآنی، در باب هدایت قرآنی عرض می‌کنم. البته بحث هدایت قرآنی بحثی نیست که در یک گفتگوی اینجوری در یک جلسه پایان بپذیره. من یه مختصری امروز عرض میکنم، یکی دو کلمه هم راجع به موضوعات دیگری اگر وقت شد به عرض شنوندگان محترم و بینندگان محترم و ملت عزیز ایران میرسونم. ولی قبل از شروع مطالب یک مطلبی رو از حدود دو هفته سه هفته پیش قصد داشتم من این رو به مردم عزیزمون عرض بکنم، فرصت یا امکان نشد، یعنی زمینه ای پیش نیامد که من عرض بکنم، حالا عرض میکنم. و اون این است که من در سخنرانی اول فروردین در باب رتبه اقتصادی کشور یک آماری رو عرض کردم به مردممون، مطلبی رو گفتم. بعد از اون چند نفر به من تذکر دادن که این آمار درست نیست. من به دفتر گفتم که دفترمون بررسی کنن این موضوع رو، بررسی کردن، معلوم شد که حرف اونها درسته، حق با اوناست، آمار ما درست نبوده. و اون چیزی که من گفتم مربوط به 4-5 سال قبل یا 5-6 سال قبل بوده، رتبه اقتصادی 18 در دنیا. لذا از اون کسانی که به من تذکر دادن که موجب شد که این اشتباه برطرف بشه، من صمیمانه تشکر میکنم. و ما در مورد هدایت قرآنی، ببینید خداوند متعال در میان امتیازات متعدد ماه مبارک رمضان امتیاز نزول قرآن رو ذکر میکنه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، پیداست که این شاید بالاترین موضوع در میان امتیازات قرآن. و در مورد قرآن هم که هزاران برجستگی در قرآن وجود داره و خیلی بیش از اینها که عقل ما قادر و فهم ما قادر به درک اونها نیست، در میان همه اینها هدایت قرآنی رو مطرح میکنه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، پیداست که هدایت قرآنی در میان موضوعات مربوط به قرآن شأن بالایی داره.
خود قرآن مجید هم با مسئله هدایت آغاز می شود. هم در سوره حمد که اهدنا الصراط المستقیم که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه سوره حمد از اول تا آخر ادب سخن گفتن با خدا رو به ما تعلیم میده، یعنی خدای متعال خودش به ما تعلیم میده که چجوری باید با او صحبت کنیم، از آغاز بسم الله تا آخر هدایت خواهی که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، که راه مستقیم راه اون کسانی که خدای متعال به اونها انعام کرده است و اون هم اون انعام شدگانی که گمراه نشدن و مورد غضب قرار نگرفتن. هم در سوره حمد این هست، هم در سوره بقره، اول سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بنابراین آغاز قرآن هم با ذکر هدایت قرآنی آغاز شده است و بعد از اون هم در جاهای متعددی ده ها مورد در قرآن هست که سخن از هدایت قرآن است و راهنمایی ها و دستگیری های قرآن، و این هم مخصوص یک گروه خاصی نیست. مخاطب قرآن همه بشریت است و قرآن ادعاش این است که میخواهد همه بشریت رو هدایت کند به صراط مستقیم، به راه درست زندگی انسان که به مقصد صحیح منتهی خواهد شد. ان هو الا نذیر للعالمین. خب یک نکته اساسی در اینجا وجود دارد و اون این است که هدایت قرآن به یک منطقه محدودی از زندگی بشر اختصاص نداره. هدایت قرآنی مربوط به همه گستره عظیم زندگی بشره. یعنی اینجور نیست که در یک بخشی انسان رو هدایت کند قرآن، در یه بخش دیگری از مورد نیاز بشر و زندگی بشر انسان رو مهمل بگذارد و بی اعتنا عبور بکنه. نه، قرآن مشرف به همه گوشه و کنارهای صحنه زندگی بشر و میدان حضور بشر، از عروج معنوی انسان، کمال معنوی انسان که بالاترین خواسته بشر همین عروج معنوی است، حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، که قرب الهی و معرفت الهی و محبت الهی و جوار الهی است. این که خب بالاترین نیازه. از اینجا بگیرید تا مسئله جوامع بشری و اداره جوامع انسانی و بشری و اقامه عدل و رفتارهای مدیریتی برای اداره جوامع انسانی و دفع دشمنان گوناگون، دشمنان باطنی و دشمنان ظاهری، دشمنان انسی و دشمنان جنی، و رفع دشمنی ها، دفع دشمن با مجاهدت با جهاد، رفع دشمنی ها فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم، همه این میدان ها مورد هدایت قرآنی است. تا اخلاق، تا خانواده، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین، یا و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، یا تربیت فرزند و امثال اینها، تا مسئله آرامش
و سکون روحی سکینه و آرامش روانی انسان که یکی از مهمترین نیازهای انسانه فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و فرونشوندن تلاطم‌های درونی که انسان در حوادث زندگی با اونها مواجه می‌شود و تا توصیه به علم و شناخت طبیعت و استعمرکم فیها که انسان به سمت علم، به سمت دانایی، به سمت کشف حقایق طبیعت و حقایق عالم وجود باید انسان حرکت بکنه و تا رفتارهای فردی انسان ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا و وقصد فی مشیک وقصد فی صوتک از این قبیل همه عرصه های زندگی در قرآن درس و هدایت دارد یعنی قرآن بر همه بخش های زندگی انسان ناظر و برای همه اونها یک راهنمایی و هدایتی داره و راه درسی دارد برای هر بخشی از زندگی انسان که این سرفصل‌های مهمی که حالا من یه مقداریشو گفتم و سرفصل‌های مهم دیگری هم وجود دارد اینها همه در قرآن مطرح شده است و چقدر غافلند کسانی که خیال می‌کنند قرآن به مسائل زندگی، به مسائل سیاست، به مسائل اقتصاد، به مسائل حکومت کار نداره. نه، بخش عمده قرآن راجع به همین مسائل اجتماعی زندگی است. خب، در قرآن بیان مثل بیان کتاب‌های بشری نیست که یک فصل بندی بکنن، موضوع بندی بکنن. نه، گاهی با یک کلمه، با یک اشاره یک دریای معرفت رو به سمت انسان خدای متعال در قرآن سرازیر میکنه که اگر چنانچه تدبر کنیم، اگر فکر کنیم، اگر ابعاد رو بسنجیم، اگر از خرد بشری برای فهم اون استفاده بکنیم، معارف عجیبی در یک کلمه گاهی برای انسان حاصل میشه. یا فرض بفرمایید که در بیان یک در ضمن یک حکایت مثلا یه حکایتی رو قرآن داره بیان میکنه کوتاه یا بلند راجع به پیغمبران یا غیر پیغمبران که در قرآن داستانهای فراوانی وجود داره از گذشتگان در خلال اون یک مطلبی رو به ما تعلیم میده و ما از او استفاده میکنیم در خلال گفتگوی مثلا فرض کنید که دو نفر یا در یک حادثه معین یه حادثه ای اتفاق افتاده یک بیانی نسبت به اون حادثه در قرآن هست اما این بیان اگرچه که مربوط به یک حادثه است اما مخصوص به اون حادثه نیست این بیان کلیت داره و اینها که حالا مثلا یک مثال من بزنم این آیه شریفه سوره آل عمران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل خب این مربوط به ماجرای بعد از جنگ احد که بعد از آنی که مسلمان ها از جنگ احد ناموفق مجروح خسته کوفته شهید داده مصیبت زده برگشتن یه عده از منافقین افتادن بین مردم که شما اینجا نشستید اما دشمن ها اونجا حاضرن نزدیک مدینه جایی اجتماع کردن و به زودی حمله میکنن پدر شما رو در میارن پیغمبر فرمود اون کسانی که در این حادثه در احد امروز مجروح شدن اینا فقط بیان شب بلند شدن رفتن اون طرف اون مجموعه رو شکست دادند و برگشتن ان الناس قد جمعوا لكم اینا منافقین شایعه درست میکردن که بله پدرتون در آمد علیه شما دارن چنین میکنن چنان میکنن اینا رفتند و قائله رو ختم کردند و برگشتن فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء خب این یه قضیه است این قضیه مال یک حادثه خاصه اما مخصوص اون زمان نیست امروز هم هست در همه دوران ها هم بوده است هر وقتی که ما از قرآن نسبت به حادثه شبیه اون حادثه استنتاق بکنیم
از قرآن هدایت به طلبیم قرآن کریم همین مطلب رو در اختیار ما خواهد گذاشت. امروز هم همینجوره. امروز هم ممکنه بعضیا بیان بین ما شایعه درست کنن که آقا مثلا علیه شما فلان دولت، فلان گروه، فلان ابوالقدرت، فلان مجموعه دارن توطئه میکنن، چه میکنن، خلاصه بیچاره شدید و اینها. اینجا هم همونه که قالو زادهم ایمانا فقالو حسبنا الله و نعم الوکیل. البته حسبنا الله و نعم الوکیل با نشستن گوشه خونه جور نمیاد، بایستی آمد وسط میدان، کمان که اونا رفتن وسط میدان. درس اینها، برید وسط میدان کاری که لازمه انجام بدید، بگید حسبنا الله و نعم الوکیل. لذا فضیل ابن یسار که یکی از اصحاب برجسته و ممتاز و ثقه حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام است، ایشون میگه من از امام باقر سوال کردم که این روایت معناش چیه؟ یک روایتی در اختیار اونها بوده که میفرماید که ما فی القرآن آیتون الا ولها ظهر و بطن. دنباله داره البته، در همه آیات قرآن پشتی دارد و رویی دارد، رویی دارد و پشتی دارد، ظاهری دارد، باطنی دارد. میگه پرسیدم یعنی چه این ظاهر و باطن؟ حضرت فرمود که بطنه تعویله، ظاهرش که ظاهره، باطن اون چیزی است که تعویل اوست. تعویل یعنی اون چه که برگشت این آیه و مفاد این آیه منطبق با اوست. منهما مضى و منهما لم یکن بعد یجری کما یجری الشمس و القمر. مثل ماه و خورشید که به طور دائم بالای سر انسانان مخصوص روزی دون روزی نیستند، این آیات شریفه قرآن هم مثل خورشید بالای سر ما هستند، دائم هستند. اینجور نیست که مال یک روزی باشند یک روزی نباشند. بنابراین این هدایت قرآنی اینجوریست. کسی که قرآن رو و اسلام رو به مسائل شخصی و مسائل عبادی و اینها منحصر میکنه و انسانها رو به گوشه نشینی و اینها، وقتی که وارد جامعه بشن دیگه قرآن رو باید بذارن کنار، اون کسانی که اینجور فکر میکنن قرآن رو بلد نیستن، انصافا با قرآن آشنا نیستند، قرآن رو نشناختن، باید گفت قرآن رو نخوندند. ولذاست که اینجوری اشتباه و خطا حرف میزنن و قضاوت میکنن، حقیقتا آشنا نیستن با قرآن. قرآن خودش رو از چالش های سیاسی و اجتماعی به هیچ وجه کنار نمیکشه و از مقابله با طاغوت ها و مستکبرها و مصرف ها با ستمگران قرآن اجتناب نمیکنه، همیشه در مقابل اینها ایستاده است. و شما اگر اهل قرآن هستید، قهرن میدان زندگی شما میدان حضور قرآنه. خب پس قرآن متکفل هدایت و دستگیری آحاد بشر در همه بخش هاست، در این تردیدی نیست. لکن یک نکته دیگر در اینجا وجود داره و اینکه قرآن در معرض استفاده ماست، اما آیا ما استفاده می کنیم یا نه؟ آیا ما می توانیم استفاده کنیم یا نه؟ این خودش مسئله مهمی است. بله، قرآن درس رو در اختیار ما گذاشته، هدایت رو به ما عرضه کرده، اما ما کی می توانیم از این هدایت قرآنی استفاده کنیم؟ هدن للمتقین، وقتی تقوا وجود داشته باشه. وقتی تقوا وجود داشت این هدایت به معنای واقعی کلمه و به تمام معنی کلمه در اختیار ما خواهد. البته تعبیرات مختلف در قرآن، لکن مرجع همه اینها یکیست. اینجا در اول قرآن هدن للمتقین است، در یک جا هدن و بشرا للمؤمنین است، در یک جا هدن و رحمتا لقوم یؤمنون است، در یک جا هدن و بشرا للمسلمین است، در یک جا هدن للناس است. این مراتب مختلف هدایت است. هدن للناس یعنی در اختیار اونهاست، میتوانند استفاده کنن،
هدن للمتقین یا هدن للمؤمنین مراتب بهرمندی از این هدایت رو برای انسانها مشخص میکنه. خب این در مورد تقوا که خب مراتب هدایت نشون داده میشه. در آیات دیگری خشیت ملاک قرار گرفته است که حالا عرض میکنم مرجع اون هم باز به تقواست. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب و بشر رو به مغفرت و اجر کریم در سوره مبارکه یاسین، که اون کسی میتوانه از انذار قرآنی استفاده بکنه و در جان او اثر بگذاره و دست او رو بگیره و پیش ببره که دارای خشیت باشد. یا در سوره مبارکه طه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشا. در قرآن چندین آیه دیگر هم هست که مربوط به همین خشیت است. استفاده از قرآن، خشیت هم صفت اهل تقواست. یعنی وقتی ما تقوا داشته باشیم خشیت هم به سراغ ما میاد. که حالا اینجا این آیه شریفه رو من بخونم: بلغت آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین، که اون چه به هارون و موسی علیهم السلام داده شد این هدایت و ذکر بود برای متقین. متقین کیان؟ متقین رو قرآن معنا میکنه: الذین یخشون ربهم بالغیب. پس بنابراین تقوا هم با خشیت یا همراهند یا اساساً جدا از هم نیستند و تحت یک مفهوم قرار میگیرند. و اینها خب خشیت البته با خوف فرق دارد. خشیت عبارت از اون حالتی که ناشی از فهم عظمت طرف مقابل است به انسان دست میده، این حالت رو میگن بهش خشیت، که خشیت در مقابل پروردگار عالم ناشی از درک عظمت حضرت حق جل و علاست. که انما یخشى الله من عباده العلماء، این کسانی که معرفتشون بیشتر است، داناییشون بیشتر است، خشیت از پروردگار مال اونهاست. و البته این خشیت به معنای، یعنی اینجور خطا نشه در فهم این معانی خوف و خشیت و این چیزا، که به معنای ترساننده بودن ذات مقدس پروردگار فهمیده بشه. نه، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. خشیت هست اما رحمانیت محفوظه، از همون رحمان، اون که مظهر لطف و عنایت به بشر هست، خشیت در مقابل اوست به خاطر عظمت او، به خاطر اینها. خلاصه ماه رمضان ماه قرآن و حقا میتوان در این ماه از هدایت قرآنی بهره برد. قرآن رو بخوانیم، زیاد بخوانیم، با دقت بخوانیم، با تدبر بخوانیم، با توجه به خدای متعال بخوانیم، از خود خدای متعال در تلاوت قرآن طلب کمک کنیم و بدانیم که دل با قرآن جلا پیدا میکنه. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام است: و ان الله سبحانه لم يعظ احدا بمثل هذا القرآن. خطبه بسیار زیبای 176 نهج البلاغه که درباره قرآن اونجا امیرالمومنین علیه السلام بیان کردن، که فقراتی از اون رو ما گاهی در صحبت‌ها خوندیم. اینجا می‌فرماید: و ان الله سبحانه لم يعظ احدا بمثل هذا القرآن. در هیچ یک از کتاب‌های آسمانی مثل قرآن خدای متعال آحاد بشر رو موعظه نکرده، به اونها درس نداده، اونها رو راهنمایی نکرده. فانه حبل الله المتین و سببه الامین و فیه ربیع القلب. بهار دل، دل رو بهاری میکنه، دل رو با تراوت میکنه، دل رو سرسبز میکنه، دل رو
زمینه رویاندن معارف و توجهات حقیقی قرار میده و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم و ما للقلب جلاء غیره. این کلمه جلا در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام اینه. خب شما تلاوتگران عزیز قرآن که مخاطب اولی این عرایض ما هستید، شما خودتون رو مبلغ قرآن بدانید، مبلغ قرآن، نه فقط خواننده قرآن. در میان همین خوانندگان قدیمی که اینجا اسمشون آورده شد و نوارهاشون بعضی گذاشته شد، بعضیشون اینجورن که وقتی قرآن رو میخونن مثل اینکه داره برای انسان نازل میشه، یعنی میفهمن چی دارن میگن، چی دارن میخوانن، با توجه به معنا، با حضور قلب قرآن میخونن. بعضیشون اینجورن، البته بعضی هم اینجور نیست، لذا تأثیر اون در دل مستمع خیلی بیشتر. قاری خودشو مبلغ قرآن بدانه. شما بایستی بدانید که مبلغ قرآنید و تلاوتگران واقعا نقش دارن. همین جلسات تلاوت خیلی نقش داره، تربیت تلاوتگران خیلی کار بزرگ و مهمی است که انجام میگیره. خدا رو شکر که در کشور ما این رواج پیدا کرده و تلاوت با تذکر، با خشوع، با توجه عمیق به معنا، توجه کنید به معنا. اگر یک بخشی از قرآن رو مثلا در یک محفلی میخواهید تلاوت بکنید، این رو با خودتون قبلا آماده کنید در ذهنتون. اگر مراجعه به تفسیر لازم داره، مراجعه به ترجمه اگر براتون لازم داره. خوشبختانه بسیاری از تلاوتگران ما قرآن رو میفهمن و درک میکنن معانی قرآن رو، احتیاج به ترجمه ندارن. لکن اگر احتیاج به ترجمه بود، احتیاج به تفسیر بود، مراجعه بشه، با توجه کامل، با تذکر کامل انجام میگیره. بعضی از این کارهای صوتی هم که بعضی ها میکنن، هم اونها میکنن، هم بعضی از بچه های ما میکنن، اینا رو خیلی بهش توجه نکنید. یعنی بیشتر به معانی، البته با صوت خوب، لحن خوب، بنده 100% موافقم اینکه لحنهای خوبی رو انتخاب بکنید و یاد بگیرید و بیان کنید، اینها چیزهای خوبی است. منتها توجه بشه که از حد صحیح و جاده مستقیم خارج نشه. این عرایض ما راجع به مسئله قرآن. یک موضوع دیگری که لازم میدونم عرض بکنم، موضوعی که هممون متأثر از اون موضوع هستیم، همین موضوع این بیماری همگیر، این ویروس همگیر و ویروس واقعا منحوس در کشور ما و در همه جای جهان، که خب وضع زندگی کشور رو تحت تأثیر قرار داده. واقعا این زیباترین روزهای سال، روزهای اول بهاره. این زیباترین روزها و شیرین‌ترین روزها رو به کام ملتمون تلخ کرد امسال. متاسفانه عدد جان باختگان بالا رفت، عدد مبتلایان بالا رفت. اینا چیزهایی است که انسان نمیتوانه از اون با آسانی بگذره. ما بایستی همه این آمارهای تلخ و تکان دهنده باید همه ما رو، هم مسئولان رو، هم آحاد مردم رو بایستی هوشیار کنه و بیدار کنه. توجه بکنیم، شوخی نکنیم با بیماری. بایستی مسئولین به طور قاطع کاری که باید انجام بدن انجام بدن، یعنی این حدودی که لازمه و متخصصین و کارشناسان مسئله، پزشکان و مسئولین امور بهداشت و درمان و اینا، وقتی که مشخص میکنن بر طبق گفته اونها عمل بشه. یعنی هر عارضه دیگری رو شما فرض کنید، از عارضه شیوع این بیماری تلخیش کمتره، چون شیوع بیماری هم بیماریست، هم بیکاریست، هم مشکل معیشت، هم جان باختن داغ عزیزان. یعنی اصلا همه برنامه‌های کشور تحت تاثیر این بیماری قرار داره. الان هم همینجور باید کاری کنیم که این بیماری متوقف بشه، برای این فائق بیاییم، غالب بیاییم و
و این ممکن نیست جز با سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرا و رعایت ضوابط از طرف ما آحاد مردم، ضوابط بهداشتی. یه نکته دیگری که در اینجا من لازمه عرض بکنم اون عبارت است از تمجید و ثناگویی نسبت به مجموعه های درمانی و بهداشتی. واقعا جا داره که انسان از اینها تمجید کنه، از اینها سپاسگزاری کنه. توی این هوای گرم با اون لباس‌های دشوار این ماسک رو که انسان میزنه، فقط همین ماسک یه مقدار زیادی انسان رو دچار مشکل میکنه. اگر با این لباس بخواد این جوان، این پرستار، این پزشک، این بهیار و بقیه عوامل درمانی بخوان ساعت‌های متوالی در بیمارستان یا بیرون بیمارستان کار کنن، شما ببینید چقدر کار سختی است. حقیقتا مجاهدت فی سبیل الله، این جهاد فی سبیل الله، و به نظر من ثواب بسیار زیادی داره. مردم هم بایستی همراهی کنن. اون کسانی که اهل کمک به این کار بودند در اول ابتلا سال گذشته، که اوائل سال گذشته وارد شدن یه عده‌ای برتن در بیمارستان ها به کمک پرستار و امثال اینها، و در بیرون بیمارستان ها باز هم کسانی که آمادگی دارن داوطلبانه به این کار کمک کنند. نکته بعدی هم در این زمینه مسئله کمک های مردمی است. خب ماه رمضان ماه احسان است، همیشه همینجور بوده. در حال عادی هم در ماه رمضان سفره احسان، احسانگران و مؤمنین گسترده بوده است برای کسانی که نیاز داشتن و نیازمند بودن. وقتی در شرایط کرونا قرار میگیریم این قضیه چند برابر اهمیت پیدا میکنه و لازمه که این نهضت کمک مؤمنانه و نهضت مواسات در بین مردم حقیقتا اوج بگیره در این ماه رمضان. البته میدانم عده‌ای بدون اینکه منتظر سفارش این حقیر باشن خودشون شروع کردن در اطراف کشور، اکناف شهرهای مختلف کشور مشغول کمک هستن یا آماده میکنن خودشون رو، یا شروع کردن به کمک. این رو میدونیم، اما میخوام عرض بکنم این کار رو استمرار بدید و همه گیر کنید و همه در این زمینه انشاءالله کمک کنن تا این نهضت، نهضت کمک مؤمنانه به اوج برسه. این هم راجع به مسئله کرونا و این بیماری و این توصیه های ما. یه جمله هم راجع به این قضایای جاری این روزها عرض بکنیم. قضیه برجام و نمیدونم تحریم ها و این حرف ها که خب گفتگوهای زیادی هست. سیاست کشور رو ما اعلام کردیم و به مسئولین هم گفتیم، هم از نزدیک گفتیم، هم با نوشته گفتیم، هم عرض کنم که در جلسات گفتیم، هم در صحبت عمومی گفتیم. سیاست کشور معلومه که چه کار باید بکنن. خب حالا تشخیصشون این از مسئولین ما که بریم مذاکره کنیم تا همین سیاست رو اعمال کنیم، ما بحثی نداریم در این زمینه. منتها باید مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباید بشه. نباید جوری باشه که طرف ها بخوان هم تو هی کش بدن این مذاکره رو که این برای کشور ضرر داره. اینم توجه داشته باشیم، اینی که آمریکایی ها هی اسم مذاکره میارن، مذاکره با ایران مستقیم، ما حاضریم بلانیم، اینجور نیستش که آمریکا بخواد مذاکره کنه تا اینکه یه حرف حقی رو قبول کنه. نه، بخواد مذاکره کنه تا یه حرف باطلی رو تحمیل کنه. اصلا کار او اینجوریست. ولا این که حالا یه حرف حقی رو بشنون، تصدیق کنن، قبول کنن، اینجوری نیست. کما اینکه همین آقایون اروپایی ها هم در بعضی از جلسات خصوصی که گزارشش رو مسئولین ما و مأمورین ما به ما میدن اقرار میکنن که حق با ایرانه. همین سیاستی رو که ما گفتیم که باید تحریم ها اول برداشته بشه، چون ما خاطر جمع نیستیم به اینکه اونا وعده بدن، تا حالا ده ها بار به وعده هاشون عمل نکردن و ضد وعده عمل کردن، حالا هم این کار خواهند کرد. لذاست که بایستی اونا اول کار رو که ما میگیم انجام بدن، ما خاطر جمع بشیم که انجام گرفت، بعد ما اونجوری که تکلیف ماست انجام خواهیم داد.
این مذاکره کنندگان اروپایی گاهی در جلسات خصوصی تصدیق میکنن که همین درسته و حق با ایرانه، اما در مقام تصمیم گیری خب تابع اونا هستن، خودشون واقعا هیچ استقلالی ندارن. آمریکا هم زورگوست، تحمیل کننده است و مسئلهش اینه. بنابراین پیشنهادهایی هم که میکنن غالبا پیشنهادهای متکبرانه و تحقیرآمیزی است که قابل نگاه کردن حتی نیست. امیدواریم انشاءالله مسئولین کشور در این زمینه هم کاملا با چشم باز، با دل محکم، با توکل به خدا، با ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل انشاءالله برن جلو و توفیقات الهی شامل حالشون بشود و ملت رو خرسند کنن و خوشحال کنن. امیدواریم خدای متعال ماه رو، این ماه شریف رو برای ملت ما و همه ملت‌های مسلمان مبارک کنه، برکاتش رو نازل کنه، باران رحمتش رو بر زمین‌های خشک و تشنه ما نازل کنه و انشاءالله برکات خودش رو، برکات معنوی و مادی خودش رو به آحاد مردم و به مجاهدان راه حق انشاءالله عنایت کنه، روح مطهر امام و بزرگوار رو با اولیاءش محشور کنه، روح مطهر شهدا رو با شهدای صدر اسلام انشاءالله محشور کنه و سلام و ارادت و اخلاص ما رو به خاک پای مولای عالم حضرت بقیت الله ارواحنا فدا برسانه و رضایت اون بزرگوار و دعای اون بزرگوار رو هم شامل حال ما کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.